به نام خداوند خورشید و ماه، الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را بارز پس آخر کجا شد مهر فرزندی؟ درود بر شما گرامیان، امروز میخواییم با هم مروری داشته باشیم بر اوستا، یادگار ارزشمند نیاکان ما. یک مرور کوتاه داشته باشیم بر اینکه اوستا اصلا چه هست، شامل چه بخش هایی هست و ما چرا لازم هست که اوستا رو بخونیم و در موردش بدونیم. اوستا بزرگترین و گرانبهاترین میراث بازمانده از نیاکان ما هست. این میراث سالها و قرنها در خفا و پنهانی نگهداری میشد، عمدتا توسط پارسیان هند در کشور هندوستان نگهداری میشد به دلیل جو غالب زمانه که چنین چیزی رو بر نمیتافت. این کتاب در خانه ها و در سینه مردمانی که بهش باور داشتند یا از تبار ایرانیان بودند حفظ شد، تا اینکه در سال 1725 میلادی شخصی به نام آنگتیل دوپرون قدم در راه بزرگ نهاد، تصمیمی بزرگ گرفت، راهی هندوستان شد، اوستا را از خانه ها بیرون کشید، ترجمه کرد و در اختیار همگان قرار داد. این اولین قدم بود برای شناسایی اوستا و برای بیرون آوردنش از یک مخفیگاهی که سالیان سال در اون حبس شده بود. پس از ایشون اشخاص معروف دیگری مانند دارمستتر، بارتلومه و اشبیکل راهشون رو ادامه دادن و تحقیقات متعدد و بسیاری در مورد اوستا انجام شد. خب طبق معمول همیشه خارجی ها از ما جلوتر بودند. پیش از ما این اشخاصی که نام بردم دست به ترجمه اوستا زدند. کسی که برای اولین بار در ایران و به زبان پارسی پی به اهمیت اوستا برد و تصمیم گرفت که این کتاب ارزشمند رو به زبان پارسی روز برگردونه، استاد ابراهیم پورداوود بود. ایشون در سال 1304 خورشیدی راهی هندوستان شد و سالها رو در اونجا گذروند، یعنی چون در چند مرحله به هندوستان سفر کرد، سالهای زیادی از عمرش رو در اونجا گذروند. تقریبا یک عمر 60 ساله رو ایشون صرف کرد برای اینکه بتونه یک مجموعه مدونی از اوستا رو ترجمه کنه و گردآوری کنه. در این سالها ترجمه های زیادی رو دید، بررسی های زیادی رو انجام داد و حاصل پژوهش های 60 سالی ایشون تقسیم اوستا به 5 بخش یا 5 قسمت بود. در 4 جلدی که ایشون منتشر کردن در اوستا به همراه مقدمه و سایر مسائل، 5 جزء اصلی برای اوستا در نظر گرفتند که عبارت هستند از یسنا، ویسپرد، وندیداد، یشتها و خورده اوستا. برای ورود به دنیای اوستا و آشنایی با ارزش‌ها و اندیشه‌های زرتشتی بهتر که مرور کوتاه داشته باشیم بر این 5 بخشی که امروز پذیرفته شده به عنوان بخش‌های اصلی اوستا. اول بخشی یسنا هست. یسنا یک واژه کهن هست. در سانسکریت این واژه به شکل یجنه یا یجنه آمده، در پهلوی به شکل یزشن یا یزشن آمده. همین واژه است که بعدها در زبان پارسی به واژه جشن تبدیل میشه. یسنا مجموعی از سرودهای آیینی بوده که در مراسم مذهبی خوانده میشده. مهمترین بخش اوستا هست و شامل چندین فصل هست که به هر فصل یسنا یک هایتی گفته میشه. 72 های یا هایتی داره. شاید به همین دلیل باشه که کمربندی که زرتشتیان به دور کمرشون 3 بار میبندند از 79 نخ پشم سفید گوسفند بافته شده. شاید به تناسب 79 نسک یا بخش یسنا باشه. کشتی یا کمربندی که زرتشتیان 3 بار به دور کمرشون میبندن از 72 نخ سفید گوسفند بافته شده و احتمال میدن که این به 72 بخش یسنا مربوط باشه، چون سرود مقدسی بوده که در مراسم آیینی و مذهبی خوانده میشده.
از این 72 بخش یسنا 17 بخشش بسیار کهن‌تر هست. خب من ببینیم در اوستا یک سری طی شده از سرودهای خود زرتشت که گاتها یا گاساها باشن تا دوره های بعد، و بخش های از اوستا کهن‌تر از سایر بخش ها هست. در یسنا 17 های یا هایتی به لحاظ زبانی مفهومی کهن‌تر از سایر قسمت های اون هستند. دومین بخش اوستا، یعنی در دوم تقسیم بندی که میتونیم از اوستا انجام بدیم، ویسپرد هست. ویسپرد هم شامل نیایش ها و دعاها هست. این واژه از واژه ویسپرتا تشکیل شده. در اوستا به این شکل اومده ویسپرتا. خب ویسپ، وسپ یا هر وسپ به معنای همه هست، جامعیت رو میرسونه همه. رته یا رتو هم در زبان پهلوی همون هست که ما در زبان فارسی با واژه رد میشناسیم، به معنی دلیر، توانا، بخرد. رد فردوسی هم میگه بپوشید درع سیاووش رد، زره را کمر بر کمر بند زد. یعنی توانا و بخرد هست. نام هر کس فصل های ویسپرد رو کرده نهادن، یعنی با این نام میشناسن، و ویسپرد شامل 22 تا 27 کرده هست. در مجموع اوستا کتاب نیایش گونه است، اما این نیایش ها هر کدوم کار کرده خودشون رو داشتن و در جای مناسب خودشون خوانده می شدن. سومین بخش اوستا وندیداد هست که از بخش های مهم اوستا هم به شمار میاد. وندیداد هم یک سری نیایش ها هست، اما در واقع باید جزء قانونمند اوستا بدونیم. وندیداد رو نیایش های قانونمند هستند، قانونگذار هستند. این واژه رو اگر بخوایم ریشه‌یابی کنیم در اوستا با نام وی دعه و داتا آورده شده. وی دعه و داتا، این واژه در زبان پهلوی جت دیو دات آمده. جت دیو دات، جت همون واژه‌ای هست که بعدها در زبان عربی به زد تبدیل شد. زد یا زد تبدیل شد، از همون جت پهلوی میاد، یعنی مخالف، برخلاف. همین واژه‌ای که ما از زد بکنیم بریم. دیو هم که پیداست، موجودی که ما اهریمنی میدونستیمش، از حالت خداگونگی بر ما خارج شد، اهریمن بود، پلید بود. داد یا داد هم به معنی عدل، قانون، عدالت هست. پس جت دیو داد یا وندی داد به معنی قانون ضد دیو هست. خب از عنوانش پیداست که حاصل قوانین مذهبی هست، قوانینی که دیو ابلیس رو نفی میکنه و به سمت اهورا فرا میخونه. هر فصل وندیداد رو بهش فرگرد میگن. نام فرگرد بر اون نهادن و مجموعه داره 22 فرگرد هست. هر کدوم از این فرگرد ها هم شامل قوانینی هستند، در واقع قوانین دینی هستند. شاید بشه اون رو با فقه امروز مقایسه کرد، باید و نباید های دینی هستن. فرگرد اول در آفرینش زمین و کشور توصیف شده. فرگرد دوم در داستان جمشید، پادشاه اسطوره هند و ایرانی که یک اسطوره بزرگ مشترک بین اقوام هند و ایرانی هست، در این باره توصیف شده. فرگرد سوم در خوشی و ناخوشی روزگار توصیحاتی داده، آداب رسوم رو مطرح کرده. و بقیه فرگردها شامل قوانین دینی هست. در واقع 19 فرگرد دیگه باقی میمونه که شامل قوانین و دستورهای دینی هست، از جمله آداب سوگند خوردن، بهشت، بهداشت، غسل‌های آیینی، پاک نگاه داشتن زمین، پاک نگاه داشتن آب، آداب دخمه، دوری از لاشه و مردار، آداب چیدن ناخون و در ستایش خروس به ویژه که اون رو پیک ایزدی میدونستن، همچنین شرایط توبه و برشمردن آسیب‌های اهریمن. در فرگرد 22 تمرکز روی همین موضوع است، روی اهریمن. در فرگرد 22 99999 آسیب اهریمن
و راه های مقابله با اون توضیح داده شده. این فرگرد 22 بندی داد ویژه آسیب های اهریمن هست. اهریمن چه راه هایی به ما میتونه آسیب برسونه و راه های مقابله با اون چه هست. پس بندی داد قانون ضد دیو هست، قوانین که یک فرد زرتشتی باید بدونه تا از دیو دور باشه و به اهورا نزدیک بشه. بخش چهارم یشت ها هست. یشت یا یشت ها، خب واژه یشت همیشه با واژه یس و در واقع همیشه واژه جشن هست. بهتره که بدونیم جشن به معنی انجام آیین های مذهبی بوده، یعنی سرود هایی بوده مقدس که در آیین های مذهبی خوانده می شده، چون همراه با شادی، پایکوبی، هلهله بوده. در زبان امروزی ما جشن یک مراسم شاد مفرح هست، در واقع جشن هم یک مراسم، یک رسم آیینی هست. یشت هم ریشه با یسنا و جشن هست، شامل دعاهایی میشه، با این تفاوت که یشت ها در مواد خاصی خوانده میشد. یشت ها نیایش های ویژه ایزدان و امشاسپندان بود، نه نیایش های کلی و عمومی، نیایش های خاص ایزدان و امشاسپندان بود. در مجموع ما 21 یشت در اوستا جمع‌آوری کردیم و ایزدان و فرشتگان امشاسپندانی که ستایش میشن در این یشت ها و برشون سرود خوانده میشه از این قرار هستند: هرمز یشت، هفت امشاسپند یشت، اردیبهشت یشت، خرداد یشت، آبان یشت، خورشید یشت، ماه یشت، تیر یشت، گوش یشت، مه یشت، سروش یشت، رشن یشت، فروردین یشت، بهرام یشت، رام یشت، دین یشت، ارد یشت، اشتاد یشت، زامیاد یشت، هوم یشت و وناند یشت. 21 یشت به عنوان سرودهای آیینی خوانده میشه. از این تعدادی که ذکر کردم، یشت های 5، 7، 10، 13، 14، 17 و 19 به ترتیب هم ذکر کردم، این یشت ها کهن‌تر هستند از سایر قسمت ها، یعنی سرود های کهن‌تری هستند و نشان از این دارن که اسطوره کهن‌تری درشون جای گرفته و قدمت بیشتری دارن از سایر بخش هایی که در این یشت ها دیده میشن. به لحاظ زبانی و مفهومی کهن‌تر هستند. بخش های 5، 7، 10، 13، 14، 17 و 19. بخش آخر اوستا خرد اوستا نام داره. این بخش هم شامل یک سری دعاهایی هست که یک فرد زرتشتی در طول سال، روز، ماه و در اوقات خاصه خودش از اونها استفاده میکرده و بر زبون میآورده. برای هر بخشی از روز یا ماه یا سال دعایی وجود داشته که اینها به شکل منظم در خرد اوستا جمع آوری شده. تازه ترین بخش اوستا خرد اوستاست. این بخش در زمان اردشیر، در زمان شاپور دوم ساسانی به قلم موبد آذربد مهرسپند نگاشته شده. این بخش اضافه شده به بخش های دیگر اوستا برای اینکه تدوین کنه دعاهای روزانه زرتشتیان رو و شامل نیاش هایی هست که یک فرد زرتشتی در سال باشون سر و کار داره. یک رشته از اون نیایش ها شامل آداب و رسوم های اجتماعی هست که برشون دعاهایی خونده می شد، با آدابی اونها انجام می شد، مثل آداب صدر پوشیدن لباس مقدسی که زرتشتی ها می پوشیدن، یا کشتی بستن کودکان، آیین های سوگواری یا شادی یا عروسی، نیایش هایی که در این زمان ها خوانده می شد در بخشی از خرد اوستا به اونها پرداخته شده. یک رشته از این نیایش ها هم نیایش عناصر طبیعت هستند، ویژه آیین زرتشتی مثل خورشید نیایش، ماه نیایش، ارد ویسور نیایش، نیایش های عناصری بر زرتشتیان مقدس بودن. پس یک بخش از دعاهای اوستا به نیایش عناصر طبیعت یا ایزدان مقدسی که ما اونها رو جاندار میپنداشتیم اختصاص داره. گروه دوم، یعنی رشته دوم نیایش هایی که ما در خرد اوستا باشون مواجه میشیم،
نیایش های 30 روز ماه هستن. ما میدونیم که در ایران باستان هفته نداشتیم، به تعداد 30 روز ماه 30 تا ایزد یا امشاسپند داشتیم که اونها رو نیایش میکردیم، فرا میخوندیم، نامشون رو بر زبان میآوردیم. برای هر کدوم از اینها در خورده اوستا 30 نیایش در نظر گرفته شده. مثلا در روز بهرام ما نیایش بهرام رو داریم، نیایش بهرام در روز بهرام، نیایش سروش در روز سروش. پس بخش دوم نیایش هایی که در خورده اوستا دیده میشه نیایش های 30 روزه هست، ویژه 30 ایزد یا امشاسپندی که ما در طول یک ماه باهاشون سرکار داریم و مدام نامشون رو بر زبان میاریم. گروه سوم نیایش ها موسوم به گاهان هستند، خودش به چند بخش تقسیم میشه. گاهان نمازهای پنجگانه روز رو در بر میگیره، در روز 5 نوبت نماز خوانده میشد و این نیایش ها ویژه نمازهای پنجگانه روز هستند، بهشون نیایش های گاهان گفته میشه. گروه بعد نیایش های آفرینگان نام دارند. این آفرینگان 4 جزء زیر مجموعه داره، به 4 جزء تقسیم میشه. بخش اول آفرینگان دهمان هست که برای آمرزش روان مردگان خوانده میشد، چیزی شبیه به نماز میت یا مرده که امروز خوانده میشه. آفرینگان دهمان چیزی شبیه به این بوده، برای نیایش روان مردگان خوانده میشده. بخش دوم آفرینگان گادها بود. در ایران باستان میدونیم که ماه 30 روزه بوده، چون ماه رو 30 روزه حساب میکنن، تمام ماه ها رو با حساب 365 روز آخر سال جدا نمی اومد. و اینکه این 365 روز بنابر گردش خورشید درست در بیاد، 5 روز رو به آخر سال اضافه میکردند که در عربی بهش میگن کبیسه، در فارسی بهش میگن بهیزک یا روزهای بهیزک. 5 روز آخر سال روزهای بهیزک بوده. آفرینگان گات ها نیایش هایی هست که به این 5 روز اختصاص داره، یعنی 5 تا نیایش برای 5 روز آخر سال که در واقع اضافه می شد به تقویم، به گاه شماری زمان، چون ماه ها همشون 30 روز حساب می شده، این 5 روز آخر می مونده. پس آفرینگان گات ها یا گاهان به این 5 روز می پردازه. بخش سوم آفرینگان رپتون هست که در آغاز و پایان فصل تابستان خوانده می شد، یعنی با شروع فصل تابستان یک رشته دعاها بود که خوانده می شد، در پایان فصل تابستان هم رشته دیگری از نیایش ها بود که خوانده می شد. به مجموع اینها آفرینگان رپتون می گفتند و بخش چهارم از گروه چهارم نیایش ها، در واقع نیایش های آفرینگان، آفرینگان گهنبار هست. در زمان 6 جشن مقدس زرتشتیان به تناسب خوانده میشد. اینها مختصری از محتوای اوستاست. اگر بخواد باز بشه مسلما خیلی جذابتر، پیچیده‌تر، مفصل‌تر خواهد بود. همین دعاهایی که ما در خورده اوستا داریم که برای هر روز، هر ساعت، هر ماه یک دعا داشتیم، نشان دهنده این هست که نیاکان ما تا چند اندازه خردمند بودند. ما از اولین مردمانی بودیم که پی به وجود خدای نادیده بردیم، رو ستایش میکردیم، براش نامگذاری میکردیم، براش نیایش میکردیم، معابد میساختیم و جز اول مردمانی بودیم که بت پرست نبودیم. این هوشیاری رو داشتیم که سنگ و چوب رو نپرستیم، بلکه به وجود ما برایی برای خلق جهان و برای ایجاد جهان باور داشتیم. به همین دلیل هست که شما در اندیشه ایرانی اگر ببینید بسیار دعا، نیایش و راز و نیاز میبینید و سخن گفتن با خداوند رو در اندیشه ایرانیان به وضوح میبینید. این از هوشیاری نیاکان ما حکایت داره که پی به مهم برده بودند که اگر خالقی در این جهان هست، اگر آفریدگاری در این جهان هست، یک موجود ماورایی میتواند باشد، نه چیزی از جنس من که در دسترس من باشه. و ما این گستره خداشناسی، یزدانشناسی رو میتونیم در تدوین اوستا، در تدوین بخش‌های مختلف اوستا به وضوح ببینیم.
امیدوارم که ما پیشینه خودمون رو بهتر بشناسیم و با کنکاش در گذشته خودمون بتونیم به کهن الگوهای نیاکانمون پی ببریم. پیروز و سربلند باشید.